سلام و وقت بخیر. با آخر خط خوش آمدید. از توقع تا ناامیدی پاکستان از افغانستان، چه زمان خواست اسلام آباد از کابل برآورده می شود؟ در ادامه انتقادهای همیشگی اسلام آباد از کابل، وزارت امور خارجه پاکستان گفته که در زمینه سرکوب گروه های توریستی، نتایج که اسلام آباد از مقامات حکومت سرپرست توقع داشت مشاهده نمی شود و از همین رو آنان ناامید شدند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بار دیگر در مورد حمله توریستی هفته گذشته در ولسوالی بنو ایالت خیبر پشتونخوا و سایر حملات مشابه گفته که مقامات نهادهای نافذ قانون پاکستان افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان را که در داخل افغانستان فعالند مسئول می‌دانند. دستگاه دیپلماسی پاکستان افزوده که اسلام آباد در این خصوص نگرانی جدی خود را بیان کرده و امیدوار است که حکومت سرپرست بیدرنگ علیه چنین افراد اقدام کند و آنان را به پاکستان بسپارند. این در حال است که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود نیز اظهار داشته که مبارزه حکومت سرپرست برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های توریستی در افغانستان روشن نبوده است. در سوی دیگر برخی آگاهان سیاسی یافته‌های گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم را هشدار به حکومت سرپرست می‌دانند. در سوی دیگر شماری از کارشناسان مقام‌های پیشین و سیاسون پاکستان در نشست گفتند که این کشور برای بهبود روابطش با کابل باید سیاست عدم مداخله را در پیش گیرد. حال پرسش این است که تنش‌های کابل و اسلام آباد چرا با گذشت هر روز بیشتر می‌شود؟ مقصر کیست؟ اسلام آباد یا کابل؟ خواست‌های اصلی پاکستان از افغانستان چی است؟ این خواست‌ها چقدر قابل قبول و مشروع است؟ و اینکه اسلام آباد چه توقعی از حکومت سرپرست داشته و دارد؟ این و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث می‌پرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هر یک محمد آصف فقیری، نویسنده و پژوهشگر، و نادرشاه احمدزی، آگاه امور نظامی و سیاسی، با ما در این بحث هستند. مهمانان عزیز، تشکر. بحث را با آقای احمدزی آغاز می‌کنم. آقای احمدزی، چرا تنش‌ها بیشتر از هر زمان حالا بیشتر شده میره؟ به نظر شما تحلیل شما در این مورد چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از همه وطن سلام و احترامات خوش از طریق یوزبین محترم اینو به همه شهروندان عزیز کشور تقدیم میدارم، چه در داخل و خارج، و به شما دوستان عزیز کارمندان تلویزیون اینو و همزمان به مهمان عزیز برنامه. ببینن اگر ما شما به پسینه تاریخ افغانستان بعد از جمهوریت، حتی در زمان مرحوم ظاهرشاه و شهید داود خان، ما شما ببینیم پاکستان هرگز راضی نمیشه، چون اونا روی یک استراتژی 100 ساله که استعمار وقت برطانیا و رزود در رابطه با افغانستان ساخته و هدف چی است که افغانستان یک تخته خیز باشه به طرف مداخلات، به طرف کشورهای منطقه، به خصوص کشورهای شمال و حتی امی چینی که اینا رابط خوب داره، حتی در برابر ازی و در برابر کشورهای مثل ایران، یا یک به اصطلاح یک استراتژی بزرگ 100 ساله است که تا حالا از او 70 سال گذشته. اینا به هیچ چیز راضی نمیشه. شما کدام حکومت را در طول تاریخ 43 ساله افغانستان که شما شاهدش هستیم از زمان شهید داود خان تا به فعلی را که میبینیم به اصطلاح حکومت طالبان، با کدام حکومت اینا خوش بودند؟ اگر حکومت های چپی را میگفتیم خوب که از بلاک سوسیالیسم آمده، خب اونا که حالا نیستند. بعد از او که سال 1371 یا 1991 شد، شما بعد از اون ببینید، مراجعه کنید، مشاهده کنید و ببینید که همیشه پاکستان اول چک چک میکرد. و شما یادتان شاید باشه نباشه، من خود یادم است که وقتی که حکومت مجایبین در افغانستان آمد، پاکستان چقدر مهم است با اهمیت، از با توجه به که همسایه هستن، همسایه هستیم، حالا پس چی میخواین پاکستان که رضایتش حاصل شود؟ پاکستان یک افغانستان را میخواد که در و دروازهش معلوم نباشه، یک افغانستان را میخواد که اقتصادش ضعیف باشه، یک افغانستان را میخواد چرا بچه در این آقای احمدزی چرا این خواست را داره؟ چرا یعنی میخواد که افغانستان بیدر بیدر و بیدروازه باشه و یک افغانستان باشه که حالا مقتدر نباشه؟ نفش به پاکستان چی است که حالا افغانستان مقتدر نباشه؟ شما ببینید وقتی یک کشور مقتدر میشه، زیربنای از او به دسترس مردمش قرار میگیره. وقتی زیربنا به دسترس مردم و به بازار عرضه میشه، یعنی هدف ما از اقتصادش هست. وقتی که اقتصاد به دست مردم قرار میگیره یا یک حکومت قوی اونجا به وجود میاد که قانون درست تطبیق کنه و یک اقتصاد قوی ایجاد کنه، خب پاکستان دیگه باز وجود نداره.
اینا خودشان طبق استراتژی میفهمند که دیگه پاکستان کی به پاکستان احتیاج خواهد شد، کی به پاکستان رجوع خواهد کرد. لذا روی از این پاکستانی ها همیشه میخواد که در دو بخش همیشه در افغانستان نفوذ بیشتر از همه چیز داشته باشه، یکی در بخش نظام یا نظامی، یکی در بخش اقتصادی، و بهانه های گوناگون گاهی تروریسم میکنن. شما یادتان است در حکومت جمهوریت هم اینا میگفت که تروریست ها از این طرف میاد. شما حال و بعد از او در مذاکرات طالبا به حد اینا خوش بودن که اگر یادتان باشه وقت طالبا داخل کابل آمدن به عوض از اینکه مردم افغانستان به خاطر صلح یا تبریکی به یکی دیگه بتا اینا تبریکی میدادن که ما موفق شدیم. لحاظ وقتی که دیدن که طالبا سیاستشان به خاطر استقلال کشورش دوباره به اصطلاح اصلاحات میرن میره به طرف یک اقتصاد قوی، باز اینا بهانه های رنگارنگ را ایجاد کردن که الا تی تی پی است. همین تی تی پی را چرا در وقت که جمهوریت همونجا بود اینا داد نمیزدن؟ اگر یاد تان آقای باشد مزای حالا اینا مسئله که تی تی مجاهدین پی چقدر حالا ادعای که پاکستان داره چقدر برحق از در مسئله پی پی تی تی پی و اونا گفتن که در گذشته نیز حضور داشت، ولی با اینکه حکومت سرپرست آغاز شد و تا 2 سال حملات بیشتر شده در پاکستان. ببینین اولی که تی تی پی از بی‌نظمی و از بی‌عدالتی خود ساختار داخل حکومت استکباری پاکستان به وجود آمده، اول ای از داخل خود خودش اصلاح کنه. وقتی که مشکلات داخلی خودش اصلاح شد تی تی پی شاید نباشه. و دومی که تی تی پی در افغانستان حضور نداره، تی تی پی در بلوچستان است، تی تی پی در سند در سند است، تی تی پی در کراچی است، تی تی پی در داخل خود پشتونستان است که اینا دعوا دارن روی مسائل دیورن با ما شما دعوا دارن دیگه. اینا روی از این دلیل اگر شما تی تی پی رو مطالعه کنین اصلا تی تی پی در افغانستان وجود نداره. این یک تعداد مقامات ما بناحق با اینا میشینن، مقامات طالبان بناحق میشینه که بیای ما کوشش میکنیم تی تی پی در افغانستان باشه، چیزی که حضور نداره. چرا میگن چیزی که حضور نداره؟ چرا زمینه رو مساعد میسازه برشان دیگه؟ لحاظا این همش اطلاعات کاذب است که به می اطلاعات کاذب حالا شما ببینین جامعه جهانی به همه مسائل پای برده. میفهمه که پاکستان بازیش یک ساله نیست، 2 ساله نیست، 3 ساله نیست، 70 سال است که افغانستان گفته بود که میگه که طرف افغانستان ما خراب میشم فلان است و بسمتا دیگه روی می دلایل است. ولی موضوع حال به تمام کشورها، به تمام نسل های ما شما، حتی کسانی که دوای می زدن در افغانستان مردم خود امروز اونا حتی فهمیدن که اشتباهات بزرگ کردن، به مردم خود ضرر رساندن. لحاظا از اینمی اندیشه فهم یا به اصطلاح ادمی انقلاب فرهنگی که ملت آگاه شده، پاکستان در حراس از بهانه های دیگر نمی پالمی در صدد این مسائل اتهام های کاذب است. بله، این اتهام ها حالا چی باید شود در مقابل حکومت سرپرست؟ چی مسئولیت داره که همیشه نگرانی شده از منطقه و فرامنطقه؟ شما ببینید در برای حکومت بهترین راه برای حکومت فعلی حکومت سرپرست طالبان که است، برای از اینا بهترین راهی است که اول به مردم خود رجوع کنه، دوم در دیپلماسی خود تغییر بیاره، اتهامات بیرون نپذیره. اینا نگویند که ما در رابطه با تی تی پی با شما همکاری میکنیم، در حالی که اینجا وجود ندارد، در حالی که در افغانستان نیستن اونا. اینجا تا هیچ میگفتن که داخل پاکستان از کمپ حتی رسما کمپا فیلم برداری میشد. در افغانستان ما خب به اون شکل حتی وجود نداره، کمپا فیلم برداری میشد و اینا داد میزد پاکستان در سازمان ملل داد میزد که میگفت نه ممنون هیچی وجود نداره. سپاس آقای ولی اینجا که تی تی پی در افغانستان هیچ نیست. لحاظا بهتر است که دیپلماسی افغانستان بگه که بیاد از کجا تو نشان بده، در کجاست که وقتی دعوا ادو میکنی ادعا میکنی اسناد را کردن نمیتونی، وقتی که اسناد را کردن نمیتونی پس چی؟ ما دیپلماسی ضعیف داریم، دیپلماسی تقریبا شما مشکل حل میشه. تشکر. و همیشه هم ضعیف بود. برمیگرده با شما. آقای فقیری، حالا تنش میان کابل و اسلام آباد چرا با گذشت بیشتر از زمان دیگر حالا افزوده شده؟ به نام خدا، صلوات درود بر نبی بشریت، ارادت احترام خدمت شما محمدی صاحب، مهمان گرامی و مخاطبین عزیز که ما را میبینند. ببینید ما در یک معضله سیاست بین الملل، چی در منطقه باشه و چی فرا منطقه وارد میشیم، از کلیات کدم بهتر از متمرکز سر سوژه باشیم که برجسته شده. مسئله تی تی پی
یک بحث ماوراءالطبیعه یا میتافیزیک نیست. تی تی پی حضور داره، چی در افغانستان یا چی در پاکستان باشه، انگیزه از اینا با طالب یک سکه دروی است. این انکار ناپذیر است. این مسئله مکتب فکری از اینا، شما این ایدئولوژی مهم است. زمانی که کرونا ویروسش از چین سرازیر شد، هیچ در هیچ جای دنیا نژاد، باور، کشور، سرحد نشناخت. ایدئولوژی های ضد انسانی یا هر گونه ایش که بگوییم، اون هم سرحد نمیشناسند. فلهاسا از 1947 تا امروزی که من در خدمت شما هستم، پاکستان اینقدر جسور نشده بود که در وقت طالبا پس از 2021 شد که آمد در خوز تحریش بمبارتمان کرد، رفت همتون گفت اوجه گفت تی تی پی بود مثلا. اینال حکومت کابل اگر راست میگن تو چرا تی تی پی را داری؟ اگر دروغ میگن چرا غرامت نمیخوایی؟ چرا محکمه بین المللی ایجاد نمیکنی؟ چرا همسایه تا پاکستان با پاسخگویی نمیکشنی؟ بله، همه قسمی که دوست ما پیشتر گفت، ضعف دیپلماسی نداریم، نه دیپلماسی صفر داریم. دیپلماسی حقوق علوم سیاسی است. ما به احترام میکنیم، ما خود ما در قوم ملاخیل هستیم، از چند پیش ما ملاستیم، ولی دیپلماسی حقوق علوم سیاسی در مدارس، در هدایه، این بحث های دینی بحث جداست، دیپلماسی بحث جداست. این حال همون کسی که دیپلماسی کنه، حقوق بین الملل، سیاست بین الملل، منطقه گرایی و اینا را فهمیده باشه، عزم کرده باشه، حداقل 1000 منبع کتاب در مورد خوانده باشه و نوشته کرده باشه، در یک هفته مسئله را حل میکنه. این حالی که فقدانی که یک حالت هستیم، سعی کنین سه مرحله داره. یک مسئله بین المللی که با وجود میایه، یکی جنگ سرد میشه، مثلا تحریم میکنه مواد اقتصادی تنمی پذیر صادرات و واردات. مرحله بعدی را هم شاید شدیم، تشنج زدایی برش میگه، اینمی مهاجری نکشیدن، اینمی سر خوست آمد یا اون چند راکت. مرحله سوم باز ای را دفاع مشروع میدانند در حقوق بین الملل، که باز جنگ است بدون شک. ولو که اگر ادعای پاکستان هم براست باشه، میراثی که ما از قهرمان ملی داریم امی است که ما در جنگ داخلی هرگز در مقابل برادر خود استاد نمیشیم. زمانی که امریکا پیش امور صاحب آمد، گفت که ما همکار شویم، دشمن ما یکیست، گفت ما در جنگ داخلی با شما هرگز همسنگر نمیشیم. و این عیاری و این قهرمان ملی بودن جناب امور صاحب شهید نشان میده و ما هم در جوهر جان مهمی است. ولو اگر اسناد طالب پاکستان هرچه قبلن باشه، روادار از این نیستیم که در خاک ما بیاد در مقابل طالب استادگی کنه. وقتی که ما این قسم عیاری و حسن نیت به شما نشان میدیم، شما چرا برادرایتان در آغوش تا نمیگیریم و از ندای قرآن که حتی سمو به حق آقای فقیری، حالا مسئله ادعا بودن را اگر شما مطرح بکنین، حالا مقصر هستی کی، از پاکستان یا کابل؟ ببینین، ما از طریق رسانه ها دریافت میکنه. سازمان ملل هم گزارش ها داره، کمیته ها داره. اینجا ما حکم صادر کرده نمیتونم که طالب برحق است یا ای که پاکستان برحق است. ولی یک لایه محاکم طالبان 2000 تیراش چاپ شد، شیخ صاحب امیرالمومنین او را تصویب کرد در 11 فصل و 134 ماده. اگر طب قزینی ببینی، او تمام مسلمینین دنیا را امیرش خود معرفی کرده و در اوج مردم افغانستان مطرح نیست. در هر جایی که اسلام است باید با این حرکت بپیونده و در گسترش اسلام شد. من از خود چیزی نمیگم، او در لینکش در چی است در اینترنت شما بخونین و چیزی از خود اضافه نکنیم. چیزی که نوشته شده در دیباچهش است، در ماده هایش است. اینال این یک چیزی که پدیدار شده در دست ما است که طالب ها ادعا میکنن و شعارشان لایه محاکم کست. دیگه با این اساس و با این چیزا که ببینیم ادامه دادن همسایداری، سیاست بین الملل، سیاست منطقه با این شمایل، با این سر و از برادر ایتونیز دنیا داری پس نیست در چیزی که شما تدبین میکنید و چیزی که فعلا عمل کرده تان. آقای فقیری، حالا خواستهای پاکستان از حکومت سرپرست که دارد چقدر مشروع قابل قبول است و به ضد منافع ملی افغانستان به حساب نمیره؟ اصلا شرایط فعلا، همین وضعیت فعلا خود در تضاد منافع ملی ما است.
ما زمانی که خود ما میگیم سرپرست هستیم، با مشروعیت قدرت نرسیدیم، یک دولت مشروع نداریم، این به معنای از این میمونه که یک مریضی که دمی بستر مرگ میباشه، باز که بدیدنش ما شما با یادتش که میریم، باز دکتر میگه که 4-5 مرض دیگه میره گرفت. چرا تو مسئولیت بدنی پایین آمده، مرض ها بالا شده میره. همه قسم در یک دولتی که مشروعیت به مشروعیت نرسیده باشه، یا ادعاها بر حق باشه یا ناحق باشه بالا میشه. و منطقه اینمی زم از امی که اینمی کشور اینا به مشروعیت نرسیده حساس حراست میکنه، اینمی بیسا کلان گفه است. ما تو بگویم در مسائل حقوقی یکمه که برای از افغانستان بودن و چیز یک ذره حق محور اگر ببینیم، باید که در این مورد توجه شوه، سخنهای پاکستان شنیده شوه و سفیرش است بسیار از خود خب میگم همین دیپلماسی خود تو چیز نیست که ما بر خودت محمدی صاحب یک توفه بتون رو بگیری خودت نوش جان کنی یا یک واکسین باشد. او خود جوهر عقل است، او دانشگاه است، او با میار درس خواندن است، او خود با روز رساندن است، او تجلای قرآن عظیم شان است. گفته کتاب اعجاز قرآن شان امتلای دهلوی صاحب که این معجز، یعنی این که در هر عصر و زمان متجلاست. و زمانی که ما بعد این معجز قرآنی را منکر شیم و از خود روایات بکشیم و عقیده و زم و آینه که خود همه چیز را ببینیم و از تو هم بخوایم که تو تحمیل کنم سرت که تو همی آینه که مرا قبول کن بدون از این که بشنوام، ای خوب باز با حفظ احترام، ای خوب باز جهل است دیگه. خب من که دکتر استدلال میکنم، دلایل میکنم، من از خود نمیگم، بیرون میکنم خود احادیث از قرآن، از تفاسیر، از قوانین، از اعلامیه های تشکر فقیری صاحب، ممنون، سپاس. آقای مزای، حالا آقای فقیری میگه که باید شنیده شود سخنان پاکستان و حالا خاص رکدار را باید بررسی شود. فکر نمیکنین که آقای فقیری از این تحلیل درست میگه؟ ببینن یک موضوعی که آقای فقیری صاحب فوکس کرد یا زیاد توجه عالی داشت، او موضوع دیپلماسی بود. این دقیق است که دیپلماسی، اما تو که ما گفتم که دیپلماسی ضعیف است یا به اصطلاح آقای فقیری کش وجود نداره، اما اگر ما پس به گذشته برگردیم بهترین دیپلماسی داشتیم. شما اگر یادتان باشه آقای زلمه رسول، آقای سپنتا، آقای دکتر سب عبدالله، اینا در اون زمان اگر کسی بگه یا نگاه بهترین دیپلمات ها بودن، یعنی بهترین کسایی بودن که در عرصه دیپلماسی کار کرده بود. ولی معضله افغانستان، من پیشتر براتون گفتم، معضله افغانستان هر قدر که شما از دید دیپلماسی مراجعه کنید باز هم پاکستان نمیپذیره. ما دیدیم شاهد این داستان از سال 1350، خب ما شاهد به اصطلاح یک مثال است میگه آرشیف زنده، ما زنده در نظام وقت بودیم تا سقوط مرحوم دکتر نجیب و حالا در شرایط کنونی چی گونه حکومت سرپرست با عمر صاحب با همه از اینا ما بودیم. یعنی این تو نیست که مشکل در کجاست، مشکل در است که پاکستان نمیپذیره، یعنی ما میپذیریم. شما یاد تو نست همین حرف که عمر صاحب شهید گفته بود، همین حرف آقای کرزی هم گفت، گفت اگر در حمله علی پاکستان باشه ما با شما نیستیم، با امریکایا گفت. اما امروز من میگم که ما تا چی وقت بگیم که ما نیستیم، چون که هر قدر که ما دست به پاکستان بدیم باز هم بی‌فایده است. چون او روی استراتژی بیگانه ای که داره میخواد جنگ افغانستان ضعیف در اونجا وجود داشته باشه و میخواد که به طرف آسیای میانه خودشان مداخله کنه، دیگر به اصطلاح بحران ایجاد کنه به خاطر منافع اقتصادیشان. روی امی دلیل است که من میگم پاکستان نمیپذیره. یعنی ما بهترین دیپلمات های داشتیم، بهترین دیپلماسی داشتیم. اگر دیپلماسی های چپی رو مد نظر نگیرین، شما سال 1991 1992 ببینین تا سال آقای مزای، حالا خواست های پاکستان و همچنان توقعی که از حکومت سرپرست داشت گفته که برآوردنش، حالا پاکستان چی توقع داشت؟ تحلیل شما چی است که چی باید میکرد حکومت سرپرست؟ ببینین حکومت سرپرست اونا سه موضوع بسیار قوی، سه واریانت بزرگ را داره که موضوع را در اون زمان ما در بخش های مهم در دور من حضور داشتم و من معلوم بود این موضوع. این موضوع طوری بود که حتی اونا از طالبا این خواهش کرده بودن که ملا محمد عمر مرحومی را نپذیرفت از پیشش، میگفت حتی وزیر داخلی خود روان کردن برش،
برایش همی موضوع رو مطرح کرد که شما باید سیاست خارجی تان و سیاست داخلی تان ما بسازیم، نظام یعنی به شکل ملیشه یا مربوط خود شما باشه. حتی با القاعده می نشسته کرده بود که در اون زمان همی شخص اسامه بن لادن نیز زنده بود، اما در اون زمان حتی امو تشکیلات نیمبند طالبا این موضوع را در حکومت امارات قبلی قبول نکرد. مولا محمد عمر بسیار جدی برابر از ایستا شد، حتی وزیر داخلی پاکستان ملاقات نکرد که از این موضوعش حتی در اون زمان شهید عامر صاحبان بسیار خوش شده بود، گفت که این بسیار موضوع بسیار جدی است، به خاطر از اینکه اینا هم امی پاکستانی ها به اساس یک بیروکراسی در یک نظام بیروکراسی در افغانستان میخواد که مدیریت سیاسی سیاست داخلی و خارجی به دست از یا باشه. شما ببینید تا این روزه امی شبکه‌های از یا که در داخل امارات طالبانی کار میکنن، تا این روز ما نتونستیم یک نظام منظم امنیتی به اصطلاح یونیفرم دار داشته باشیم. وزارت دفاع را نمیگم، شما در وزارت داخله میبینید، شما در بعض جای دیگه میبینید، شما در ایستهای روزانه در خودتان از می چاره کارتپران که میرین میبینین دیگه. این علت از چیز که اینا به مو یک نظام ضعیف کار داره در افغانستان. پاکستانی ها جرأت نداره که افشا کنه، اما یک نفر از اینا، یک نفر از طالبا آقای جنرال روبین است که از رو بیچاره ندیدی که گفت که وقتی که موضوعات افشا میکنه حتی اعراض میکنه، چون که بعضی نفوذی های پاکستان فعلا هم در داخل خود امارات طالبان هستند. این این مشکل است که تا که جلو این بیروکراسی ها گرفته نشه، تا که جلو از اونها گرفته نشه، هنوز هم زبان پاکستان در دیپلماسی دراز میشه. در غیر از اون من دیگه چاره را نمیبینم. یعنی مشکل ما اول باید طالبان باید اول مراجعه کنه با مشکل داخلی، یک اجماع ملی بخواه، تمام مردم خود بخواه. تا چی وقت بگه که تمام ملا باشه و داملا باشه و حکومت باشه؟ به این شکل نمیشه. تمام مردم بخواهید. این تو خونه است که چهار تا کسایی که فرار کرد یا جمهوریت بود کرپشن داشت، اختلاط و فساد داشت، همه که خوبی به اون شکل نبودن. کسای نخبه انسانهای خوبی هم در اونجا حضور داشت. بله. اونا حالا اونا در مورد سیاست پاکستان آقای احمدزی، از مردم اجماع ملی اجازه کنه که یک سیاست منظم در برابر مداخله، چون پاکستان با این مداخلاتش میخواد به اصطلاح ببینیم تصویر جهانی را تغییر بده. اگر استخبارات آمریکا نظر مثبت نمی داشت در مبارزه طالبا علیه داعش، شاید آن وقت تغییر میکرد. اما علت ازی است که پاکستانی ها اهداف بسیار بزرگ برای ایجاد یک بحران دیگه در افغانستان و ادامه بحران و افغانستان ضعیف، این آرزویش است و به خاطر یک مدیریت سیاست داخلی و خارجی افغانستان رو بدست بگیره، برای زمین مبارزه میکنه. پاکستان برای هیچ چیز دیگه مبارزه نمیکنه. آقای مزای، حالا در سوی دیگر کارشناسان و مقام های پیشین و سیاسون پاکستان گفته که در حال حاضر اسلام آباد سیاست مداخله را داره و باید سیاست عدم مداخله را در پیش بگیره. حالا سیاست پاکستان چی گونه است در مقابل حکومت سرپرست و آیا مداخله می کند؟ ببینین پاکستان حراسی بسیار بزرگ را که داره، بسیار که امی حس به اصطلاح وطن دوستی در بین طالبا در حالت رشد است، چون طالبا جوان هستند، با رسانه ها مجازی در تماس هستند، بالاخره می فهمند که اشتباهات را که در 20 سال جنگ صورت گرفته علت و ناعلتش در کجا بود. پاکستان از امی اعراض داره، به اصطلاح عامه بگم پاکستان از یک تمدن فرهنگ سیاسی در داخل جوانان اعراض داره، حتی جوانان طالب و در بعض مقامات طالبان. در غیر از اون پاکستان خودش در بین امارات مداخله بسیار قوی داره. همین سفیری که آمده این یک نظامی قبلیش بوده، این نظامی در امریکا و کجا سفیر بوده، در امارات قبلی هم اینجا کنسول بوده، این تونست که نمامده، فقط آل ریش مانده، نامش تغییر کرده. اینا بسیار منظم کار میکنن پاکستانی ها. پاکستانی ها فقط از نمی تحرک، شما ببینید هر کسی که در رابطه با پاکستان از تلویزیون از داخل افغانستان صحبت میکنه، اگر ما در افغانستان نبودیم شاید این رقمی صحبت نمیکردیم. راست و حقیقت بگه ناپدید میشه، یا شب میبرشه یا روز میبرشه، چون حلقات پاکستانی در اونجا حضور داره. پاکستان از این حراف داره که اینی حلقات ضعیف شده، میره حلقات پاکستانی ضعیف میشه، روی همین دلیل
عدم تشکر مداخله احمد سر فیصل. کتاب وجود داره. همون کسایی که میگه عدم مداخله، یعنی اونا هم از این موضوع خبر دارن، اونا هم از این موضوع ممنون، خبر دارن. یعنی تشکر، تو اول مداخله ده بند کن، بعد از روی میز دیپلماتیک بیا بشین صحبت. ممنون آقای مزای. فقیری صاحب، حالا سیاست حکومت سرپرست در سیاست پاکستان در مقابل حکومت سرپرست حالا چی گونه است تا سال؟ ببینید، در نماینده پاکستان در شورای امنیت دیپلماسی را اجرا کرد، اما گفت که شما نماینده طالبان را بخواین، ما اینجا بشینیم گفتگو کنیم و ما اسناد داریم، مدارک اینا داریم. به نظر ما سیاست پاکستان در مقابل افغانستان خیلی هوشمندانه و با دقت پیش میره و اینا عملی که در پشاور سال گذشته شد، بالای پلیس بود یا اردو، خیلی نظامی هاشون هم کشته شدن اینا دادن و چندین عملی دیگر، اینا تی تی پی را خطرش بسیار جدی اس کردن. از ما شما واری خونه صاحب که ولایت ها سقوط میکرد، ولسوالی ها سقوط میکرد، کلان های ما یکی دست بازی بود، یکی دست جنگی بود، نمیفهم هیچ ریسک اس نمیکردن. بعد باز وقتی در رسانه هم نظامی ها میامد پرسانش میکردی که چرا ولایت ولسوالی ها سقوط میکنن. عقب نشینی تکتیکی است، عقب نشینی تکتیکی در رسانه گفته میشه. آصف کاکر شما ببینیم چقدر دست پای کرد. ما تحلیل ما چی است؟ خب تحلیل ما این طور است که اگر ما جستاری عمیق مسئله را ببینیم، خیلی عمیق شاییم، اگر باور مایی است که انتقال قدرت از اشرف غنی به طالبان در بستر روحی پشتونوالی و قومی بوده باشه، او طرف سکه مباحث اوسن سرحد، اوسن سرحد پشتونه، اوسن قبایل و تی تی پی است. خوب یادتان باشه همین موضوع طالب در بستر پایین موضوع دینی است، در بستر بالا در تصامیم گیری و در چوکی ها اینا باز پس مسئله قومی و قبایلی نیست. اینجا دین سیاسی است. امیال برای طالبای تی تی پی هم ظاهرا موضوع ایدئولوژی دینی است، ولی به نظر من عمق موضوع امی است که از لحاظ سیاسی و سیاست بین الدول و حقوق بین الدول مسئله خط دیورن ختم است. او چیزی نیست که ما سر از او امید کنیم. ما باز که یک استدلال هم میکنم، اینا بر روحی سیاسی این، اگر شما مشکلات افغانستان خوب شناسایی کنید، اونقدر مشکلی نیست که ما اینقدر چی میدیم نقص حقوق انسانی را شاهد هستیم و اینقدر قربانی میتیم. مشکل افغانستان اگر تشخیص میشه محمدی صاحب، باز تجویز ما بسیار بد است. مثلا تجویز ما باز تجزیه است، او سو باز یک کسی باز در تاجک تعصب میکنه. نه، مشکل ما این است که ما باید با وحدت برسیم، معاهدات سرحدی خود به رسمیت بشناسیم. این چیزی است که ایره تیر است که از کمان برآمده. این تو شده ای امی هزار 1945 بعد از حقوق بین الملل، چیزی که سرحدات بین دو صد کشور دنیا کم و بیش تعیین شده، دیگه غرض نگیرید. باز ما انسان مداری و حقوق انسانی را به قدر باوج برسانیم که باز بین این کشورها و همسایه های خود در منطقه باز هیچ سرحد نباشه، بی ویزا و بی پاسپورت مثل اروپا و امریکا و جای آوری. این حال همون است که قرارداد اجتماعی جان ژاک روسو فرانسوی میگه زمانی که در مقابل ما به نام سرحد این کشور اون کشور ما را توته توته کردن، ما انسان ها را از همون زمان دیگه میگه امنیت از ما سلب شد. این حال اینی بحث های سرحد و حیثیتی و قومی و قبیله ای ما را دق به در کرد. حالا ببین، ما او یک بحث دیگه بسیار بحث علمی بود، با رازق مامون بودم گفتم امی استبداد چی قومی چی دینی باشه، دانشمندا حاکمیت قانون و تفکیک قوا را پیشنهاد کرده. تو به من یک کشور نشان بده که استبداد توسط فدرالیزم تلافی کرده باشن. خب چرا برادر این ملت تباه میکنی؟ جوان ها را در گردتان جمع کردین؟ چرا رای صراط المستقیم هدف تا این نمیکنی که کل ما بریم که به یک قانون اساسی واقعی برسیم؟ این حال معضلات افغانستان یک به پای طالب ختم نمیشه. تضاد طالبان بیبی، ایده همه جانبه بیبی. من این یک چیز براتان میگم، بعد از 2019 که مایده با طالب ها امضا شد، مثل که کشتی سراخ باشه و ببینی که هر دقیقه در غرق شدن است او داخل میاد و دو دانه تفلک که ببینی که در روز سر یک سالگیره جنگ داره. بعد از 2019 جناب سی
که چی است اونی برای ما تو رهبری ما اولخ یک انتخابات کنین رسانه ها کنین. در امریکا سالانه بین 1000 تا 1500 انتخابات میشه، همه مسائل اختلافی را شما سر کشتی متوجه میشین که این روز سر ما نمیامد در 2021 چقدر غافل بودیم، چقدر غفلت کردیم. 20 سال 20 سال فرصت از دست دادیم. دبی میبینید شهر مقبول سگ در چند سال جور شده، تریلیون دلار آمد. برادر مشکل ما ذهنی فکری است، اهداف ما درست نیست، استراتژی ما درست نیست. همیش پشت فرد دویدیم، همیش پشت زبان دویدیم، همیش پشت قوم دویدیم. آیا با ما شریعت اجازه را داده که در نماز دعا کنیم خدای به ما یک سلام تک نفر بکشم؟ رفانده و همه پرسی تجزیه یعنی چی؟ رفانده و همه پرسی بده که مردم به وحدت نزدیک شود، به نزدیکی بیاید. خواهی نبیگی تو تجزیه کردی، مثلا یک کسی از پشتونای شمالی است، خانمش تاجک است یا ازبک است، اینه تو چه رقم تجزیه میکنی؟ این خیال است و محال است و جنون. گاندی بزرگ بیشتر از 300 خدا را، بیشتر از چند صد قوم و یار میار با وحدت میرسانه، و تو یک افغانستانی که 99%ش اسلام میگه نمیتونی. برادر نظریه های مارکسیزم در این کشور عقیم است، از این همین صراط المستقیم از همین دین فلاسفه و علوم سیاسی بیاین که اگر افغانستان جور کنیم که به دنیا الگو شود، به دنیا الگو شود. چرا این همین دموکراسی ها معیوب است؟ خیلی زیبایی های داره. از اسلام ما میتونیم یک جامعه سیاسی جور کنیم، کیرت بونیم. گاندی بیچاره خ عمرش تقاضا نکرد، اگر نه یکی از اهدافش بود که بعد از هندوستان و منطقه را متحد کند. بنی علی جناب گفت در آکسفورد دکترا میخواندن یک جا، گفت اوش کنی تجزیه طلبی نکنی. غرب گفت از جنگ دوم جهانی نه آزاد شده، هیچ انرژی ندارن، کل انرژی گفت در شرق است. گفت اگر تو تجزیه طلبی کنی نمی پاکستان سه نام برش مانده بود، پشتونستان پاکستان یک نام ده بود. گفت اوش کنی صدای تبلند نکنی، ما خو میفهم که قدرتات رو به رسمیت میشناسه، ولی ما به در جنگ داخلی مدرایم، نسل در نسل ما گفت تباه میشه. باز از تمام منابع ما غربیا گفت استفاده میکنه. او جلی جناب برش گفت نه گپ تو بسیار خوب است، گفت من نمیکنم. این پاکستان اومد، مردم پاکستان گفت آزادی طلبی کمی صدا کرد که ما جدایی طلبی عاجل به رسمیت شناخته شد. این تا امروز پاکستان یک کشور وابسته استخباراتی غرب است در منطقه. سپاس آقای فقیری. حتی سر مردم شریف پاکستان، سر مردم خودش رحم نمیکنه. و من یکی از راه حل ها می دانم که ما مردم افغانستان با مردم پاکستان نزدیکی کنیم تا حکومتش مهار کنیم استبداد. تشکر آقای فقیری. سپاس آقای مزه. حالا چگونه روابط بهتر شد برای روابط بهتر و همچنان حالا این تنش ها بیشتر شده میره روز به روز، حالا چی باید شود که روابط بهتر شود و کدام گام ها برداشته شود از سوی دو طرف؟ ببینید من قبلا هم در این رابطه یک اشاره کوتاه کردم که پاکستانی ها فعلا هم در نظام به اسلام حکومت سرپرست مهرهای خود دارند، اینطور نیست که ندارند. اینا در صدد ازی است که به نحوه بتانه که اگر شما متوجه بودید سفیر استان شو جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار بی‌شرمانه بالای نماینده افغانستان تخت و تاز کرد. اینا در صدد ازی است که به اطلاع برای طالبان تصویر بده که گویا این کرسی ما به شما گرفتنی هستیم. پس با این کرسی اگر گرفتیم چی باید بکنیم باش مشترک؟ یعنی که تا تیمی که اینا در داخل طالبان داره تا اونا را بتانه مدیریت کنه و طالبان دیگر که وطن دوست هستن و برای وحدت ملی افغانستان و برای یک قوت اسلامی متمرکز در داخل افغانستان فکر میکنه اونا را ضعیف بسازه و به دنیا و بخصوص به انگلیس و به کشورهای اروپا و آمریکا یک تصویر دیگه بتن. اما لحاظا از دید ما برای فعلا یگانه ترین جایی که اگر واقعا کسایی که در حکومت سرپرست وجود داره و واقعا میخواد که افغانستان از این بحران برآید، بهترین را خواستن یک اجماع ملی و یک ایجاد یک پالیسی روابط بین المللی و عام کشورهانه. اینا حداقل فعلا برای کشورهای آسیای میانه امنیای که همسایه است یک استراتژی منظم باید ایجاد کنند.
اگر همه پرسی کنند، اگر دیپلمات های سابقه بخواین، اگر همه مسائل دیگه باید بگنجانند، از مسائل اقتصادی گرفته تا مسائل سرحدی و تا هر موضوع دیگه که مد نظر گرفته میشه. در غیر از او پاکستان از امی خلایی که خودش ایجاد کرده در بین امارات طالبان، خودش امی خلا را ایجاد کرده و بخش دیگه شان به تخت و تاز شروع میکنه، که به اصطلاح ما شما میگه یک تیر و دو فاخته، میگه یا از داخل به نتیجه میرسم کردیت میگیرم، یا اگر از داخل به نتیجه نرسیدم کردیت نگرفتم، بهتر همی است که جامعه غرب علیه طالبان تحریک کنم و باز هم امو به نفع پاکستان میشه، که باز بیشیدیم که باز یک حکومت دیگه میشه جور میشه، یعنی یک بحران جدید. لحاظه به خاطر جلوگیری این دو فکت مخربانه و تاکتیکی پاکستان، بهترین اصلی را که ما شما میبینیم یک اجماع داخلی اول از کادرها بشینه، همی علما جمع شود. حال وزیر داخلت دو روز پیش من مصاحبه شوندم با نمایندگان کنفرانس اسلامی، گفت اینجا علما تصمیم میگیرند. خب من نفهمیدم که همی علمای از یا در واقع یک تحلیل و دید فقهی از و سیاست اسلامی اقتصاد اسلامی ایره داره یا نه، چون که اسلام بسیار وسیع است. تو بیشتر فقیری صاحب گفت که ما در اسلام دیپلماسی های بسیار مقبول بسیار قوی داریم در خود دین اسلام و به می شکل اقتصاد قوی داریم. اگر روی از او اینا بشینن، ما از داخل موفق میشیم. وقتی که از داخل موفق شدیم، خود به خود به طرف بیرون هم موفق میشیم. این می برد امارت طالبا اگر واقعا برای افغانستان دل می سوزانه. ولی اگر همه چیز در یک سیاست که دوگم می بینه، یعنی تنها برای خودش و تنها به خاطر از اینکه به می بازی ادامه بده، من فکر می کنم که میگه این راهی که می روند و ترکستان است دیگه. ای امو یک مثال داریم نه دی رابطه دیگه، ای امو منزله بحران ادامه خواهد داد و تا کشورهای بیرونی از این نفشا نفع به دست بیاره، چی پاکستان باشه، چی کشورهای دیگه باشه و چی اروپا و آمریکا باشه، حتی برای انتخابات خود میخواه که از افغانستان من حیث یک بازیچه استفاده کنه. بله آقای مزای، در سوی دیگه کارشناسا میگه که یافته های گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد مبارزه با تروریسم گفته که اقدام حکومت در این زمینه روشن نیست، را یک نوع هشدار میدانه. تحلیل شما از این چی است؟ خب ببینید، ایالات متحده آمریکا همین گزارش شک که وقتی به وزارت خارجه خود گفت در رابطه با القاعده و داعش و حرفای دیگه بود که گفت، این یک گزارش به اصطلاح گزارش تبلیغاتی یا پروپاگاندا است که اونا برای اعدا میخواه که همین اصلاحات را که فعلا ما داد میزنم، آقای فقیری داد میزنه، که اگر این اصلاحات از داخل خود طالبان چی شود و کشورهای دور که از مثل ایالات متحده آمریکا و کشور هند و کشورهای بسیار مثل روسیه، اینا در صدد از این نیست، اینا در صدد از این است که از داخل اصلاحات بیه دیگه. مشکل اونا در چیز نمیبینه، اونا کوشش داره که طالبان از داخل به اصطلاح عامه به استاندارد اسلامی برابر شود. فیلم خو اینا حتی کنفرانس اسلامی که از اینا در عذاب هستند، میگه شما چی رقم فلان سال یک شرایط اسلامی دارین یا چی رقم یک پلتفرم یا چم چوکات را که برای حکومت داری خود داره دیگه. لحاظا اینا باید این سیستمشان مهار شود دیگه. اگر بگویی که آمریکا حمله میکنه یا این داستان است و این خواب است و محال است، این امکان نداره. این حرفای است که یک داد بس گزارش بیانگر چی است، مفادات شخصی میگیرن در کنفرانس ها، یک داد میرن پول برباد شده که در اختیارشان است در کنفرانس های این کشور و کشور شرکت نکرده که باشه اگر کردیت چیز بس به در از دیدگاه کدام مشکل ایجاد نمیشه. مشکل وقتی ایجاد میشه که اگر اینمی سلسله که در افغانستان از دو سال گذشت اگر دیگه ادامه داده شود، باز مشکل ایجاد میشه. اگر از اصلاحات شروع شود، برای مثال جامعه جهانی موضوعات بزرگ ملی را مد نظر میگیره در افغانستان، طالبان در پالوی همین قدر خرابی هایی که داره به پروژه های ملی بسیار معتقد هستند، در تحرک هستند، در حرکت هستند. این چیزی است که جامعه جهانی میخواهد در اونجا به اصطلاح یک امنیت داشته باشه تا بیای سرمایه گذاری کنه، برای خود یک بستر هموار کنه. این بستر فعلا طالبان برایشان تصویر داده. این تو نیست که تنها به خاطر چهار نفر فراری بره در این کنفرانس بره دو کنفرانس و نتیجه نمیده. و راپور وزارت خارجه، راپور وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یک راپور تنبیه به اصطلاح تنبیه کننده است، نه راپوری که
شما ببینید استخبارات ایالات متحده آمریکا رو تایید نکردن. تشکر. نگرانی به معنی چی بود؟ خودتون ممنون. ببینید. سپاس آقایم. از آقای فقیری، حالا چی باید شود که باورمندی سیاسی به وجود بیاید و کدام گام میتونه که حالا باورمندی افغانستان برای منطقه و فرامنطقه بیشتر بسازد؟ من امی لایحه محاکمه که بررسی کردم باور من از طالبا صفر شد. چرا اینا به مو جایگاه فکری که بتونن حکومت داری کنن و وحدت ملی را متجلا بسازن اینا نیست و تو شبه که امی تضاد طالب کسایی که میخواین به افغانستان یک تضاد نگوییم امی کسایی که میخواین به افغانستان یک تغییر ایجاد کنن این تو شبه یک اجماع شبه در سفارت ها هست، سفارت ها بیکار هست، ولی هیچ کلا یک قرار خواهر چای خورده میرن. یک انتخابات چه یک رهبر ملی گونه، بعد یک کمیتی حقوق دانان که میره رهبریت باز قومی و سمتی نشه. یعنی من چی میگم؟ من میگم این دفعه بین یک کنفرانس بنا خود ما جور کنیم. نیه که برای ما خارج ها بشینن. این رو اتو کنیم، بعد امی نیروهای نظامی، بچه آمر صاحب احمد و مسعود و ای سادات کل ازی بیایه یک جای دست دماشه نباشن. چرا اگر 30 سال هم یک جنگ داخلی دوام پیدا کنه آخرش دیپلماسی است؟ چرا زمین رو شروع نکنیم؟ این طرف باز یک گپ دیگه هم هست که باز میگه هر تعهد بدون شمشیر فقط یک حرف است. آل خدا صد دنیا بسیار کشور هاست که سلاح استویی هم داره استفاده نمی کنه، اون نماد قدرتش است. ما این نیروهای نظامی خودمون منسجم تر کنیم با منطقه، اما دوست ما که گفت کنفرانس های نمایشی فیسبوکی جور نکنیم، حقیقی بسیار با گام قوی یک تاسیسی از وحدت ملی کنیم که لیویتانی که توماس هابس میگه که سر از دریا بیرون میکنه، نه در داخل کس توانایی ایستاد شدن شده داره و نه در بیرون پاکستان و اینوان، اما تو یک حالت بیاریم که باز هر کس از حاکمیت ملی خود مواجه کنه دم به شیر نه خود شیر باشه. در غیر از او برادر تا سور اسرافیل این وطن اگه جور شده و به این قسم که روان هستیم تو بیادر گل و یک میگه ای ده میگه ای 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 تا این سیاره هست، این دنیا هست، این گپ افلاطون از دنیا گم شدنی نیست که گفت خرد، دانایی، حکمت، فلسفه باید حکومت کنه. با پیش داوری، دکمتیزم، اینه ببینیم من یک مثال برات میتونم. همین مسئله مکاتب دخترها را اینه بیا بی‌طرفانه فکر کنه طالب هستی. من نیست یک انسان، من نیست یک طالب. در تمام فتاوای دنیا ایمیل میکنیم که چی میگه. فتاوای زایدان است، الازهر شریف است، 50 و چند کشور اسلامی است. این تو خو گفته نمیتونی که 50 و چند کشور اسلامی مزدور امریکا است، دانشان چپ است. خو عیاذ بالله ربوبیت خداوند زیر سوال بردی، دین خدا خودش نگهدار است. توسط چی؟ توسط عقل و روح منکشف امت رسول الله، توسط تحقیق و قلم سید جمال الدین افغان. این که تو دست در ماشه گرفتی اول خموماشه و تفنگ از استخبارات از غرب است، مرمیش از غرب است، قلم وردار وطن تابوت کو که جهاد اکبر گفته شده ای آن جناب که از جنگ بدر خلاص شدن گفت سعی نمودیم از جهاد اصغر به اکبر. صحابه گفت یا رسول الله جهاد اکبر چیست؟ گفت جنگ کردن علیه نفس. با چی میشه؟ با عقل گرایی میشه، با تقوا میشه، با جهل. نه خود جور میکنی برادر، نه مرا جور میکنی، نه وطن دارت تباه برباد کردی، بی حیثیت ما کردی، بی آبروی ما کردی. چی روز عالم یال داریم؟ آخرین درجه پاسپورت از ما جوان تیک تاک ها رسه صاف و دخترها روانی پر است. این همی هم برای چرت بسته میکنم که مسیح پشت مادرش از قبر بکشم بی بی تیر شده، بی عیسیت و بی آبرو. شما ما رو همی 7-8 تنظیم زده رفتیم. اما هر چی که بود، اما دکتر نجیب یک مصالحه داشت. آقای فقیری، حالا روابط چگونه بهتر میشه؟ حالا دو کشور دستگاه دیپلماسی دو کشور وارد اقدام شود، چی اقدامات را انجام بده که روابط بهتر شود، تنش ها کمتر شود؟ ما گفتم روابط یک ریشه کار داره، ریشه حاکمیت ملی است که متجلا میشه در قوانین اساسی. قوانین اساسی مثل آفتاب باری باز همین دیپلماسی رو برای تو سعی میکنی رای دیپلماسی رو میبینی. حالا که یک تاریکی محض مانند قیر سیاهی است، روشنی نیست، من برای تو چی بگویم؟ خواهی نه فقه امام ابو حنیفه، فقه امام ابو حنیفه خب با کل مسلمین دنیا است. کدام امام صاحب ابو حنیفه کدام کتاب داری مرا بگی که نشته کرده باشه از سیاست الدوله فی افغانستان یا فی خراسان یا امو هر دوت بود؟ نه، ما از این فقها ها از اینا مبنای ماستن، میگیریم قانون اساسی را با ضروریات و الزامات روز تدوین میکنیم، سیاست های خود جور میکنیم، حکومت داری خود جور میکنیم، تصامیم خود جور میکنیم. اینی تو، اینی ما و اینی تمام مراکز فتاوای دنیا داغ از دامه ایده.
در که تو بحث گفتم خلاش که نباشه، خلاش موجود باشه. من گفتم تو چه رقم یخو دنیا دنیای از باب است. بله، بیانه اما چه آقای فقیری، حالا تحلیل شما است که مشکل در قانون اساسی که نبود قانون این همه چالش ها را برانگیخته؟ قانون اساسی باز اتونمادی نباشه، یک شکلکش باشه از حاکمیت ملی، روح حاکمیت ملی باشه، پدیداریش در نوشته و یک ماده اصل اول اصل دو یک قانون اساسی ایتونه که 1362 باری برای ما بیان یک سیزه دست ما بودن باز 2014 دولت بیارن که نه قانون اساسی گفته و نه خرد گفته باز اونو قسم حکومت داری کنن. امی حکومت بعد 2014 با امی حکومت سرپرست فرق ندارن، او مصلحتی بود این سرپرست است، قانونی هیچ گردوش نبود. یک قانونی که دیگه ما تو زبردست باشه که باز شش هفت نسل ما رو تا مدامون موتان که بمریم با نسل های بعد بیان فخری حکومت صاحب. داری کنن. ممنون، سپاس آقای احمدزی. حالا نبود قانون اساسی و همچنان مکاتب که بسته است و دانشگاه ها برای دختران بسته است، چقدر میتاره برای چالش های موجود گریگوشای باشه؟ ببینید، گریگوشای برای مردم افغانستان و حکومتی که کس که ادعای سرپرستی را داره برای از اینا، بهترین روند گریگوشایی یعنی اول نیست که اینا به اصطلاح ذهنیت مردم داخل افغانستان و بهترین راه برایشان نمی است که با مدید خود شریعت زمینه تحصیل برای خانم ها مساعد بسازد. هیچ مشکل، شما وزیر معدن صنایع رو دیدین درست قبل چی گفت که هیچ مانع برای تحصیل خانم ها در چیز وجود ندارد. شما عباس صنایع میبینین که داد میزنند. لحاظ از نظر شریعت هیچ مانعی وجود نداره. این که اینا چرا زمینه سازی می سازه که نفرت مردم در برابر حکومت سرپرست و امارات زیاد شده من نمی فهمم. دوم، مسائل وظیفه برای خانم ها. اینا در 2 سال نتانستن یک ساختار را به شکل بسیار منظم یا در داخل ادارات یا خارج از ادارات یا دو سه اداره وزارت ها که کم نیست، یا دو سه اداره چینا توسط خانم های مسلمان، بسیار خانم های با حجاب با عزت به اصطلاح بتونه در اونجا کار کنه، که اگر همچون کارها را اینا به اصطلاح جور کنن، شما شاید خواهد بودین که چالش های بین المللی هم زیر سوال میبره و حتی جامعه جهانی هم دیگه حق مداخله را نخواهد داشت. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه دموکراسی هر کشور طبق فرهنگ هم کشور و طبق معنویتش هست. ما کشور اسلامی هستیم، دموکراسی ما مخالف معنویت ما و مخالف فرهنگ ما نبوده و نخواهد بود. و وای که به زور میخواستن به نام جمهوریت به این آن تحمیل کنند دموکراسی های بیگانه را، او پذیرفته نمیشه و نشدن، شما شاهدش هستید دیگه. لحاظا فعلا خود اینا هم باید چالش ها را از بین ببرن. اینا حالا برای یک تعداد گروه های دیگری که باز تحت نام اسلام علیه از یا را تکفیر میکنن، همین موضوع را مطرح میکنن که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که بالای مرد و زن تعلیم و تحصیل دواست، و در اون زمان همین موضوع بود. خود دخت پیامبر صلی الله علیه و سلم یا به این رقم خانمشان مصروف تجارت و حضرت خانم دومش در مسائل جمهوری تفاصیل، یعنی این همش نشان میده که شانه با شانه خانم ها از نظر دید اسلام با اسلام با مردا در تحرک بودن، در حرکت مبارزات بود، در همه چیز. خب اینا خیلی کی هستن که نه احادیث هم میپذیرن نه آیات شریف هم میپذیرن. لحاظا زمینه یک جنگ دیگر باز برای مو مخالفین به مو دشمنای خودشان مساعد میسازن که باز اونا یک بهانه دیگر کنن. البته نه به یک کفایی که به نام جمهوریت اینا هست، اینا نمیگم، شاید یک گروه دیگر، شاید یک گروه دیگر به خاطر از اینکه گروه ساختن حال برای کشورهای بیگانه هیچ کدام به اصطلاح کار دست چپ و راستشان است، یک کدام مشکل ندارم. لحاظا اینا باید به خاطر از اینکه این چالش ها را از بین ببره، فعلا این رو جامعه جهانی یک موضوع را مطرح میکنه، کنفرانس اسلامی را میفرستن که برو از نظر دیدی اسلامی، از نظر شرط اسلامی این مشکلات مسئله خانم ها، حقوق زن ها و نقص حقوق بشر. شما ببینید نقص حقوق بشر بزرگترین چالش است که و بزرگترین موضوعی است که خود اسلام به صراحت حقوق بشر کس نقض میکنه، او را مجازات میکنه. اینا از دید شرعی، از دید اسلامی تا حالا نتونستن که حقوق بشر را توضیح کنن. وقتی با هر ملایش هم صحبت میشی یا هر کدامش میشه میگه نه حقوق بشر خو دی کافران و کارو او بلی آز خدا چی میگه؟ تو کافر قدر تو ارزش میتی که مسلمان ضعیف جلوه میتی؟ در حال دی که
حقوق بشر، حقوق زن از نظر دید اسلامی هی حق اسلام است. اسلام بود که حقوق زن برای جامعه های جهانی شناختان. فعلا شما ببینید همین موضوع فلسطینه، تشکر حقوق آقای زن و نظر. حقوق اطفال کی نقض میکنه؟ خب اون کسایی که دعوای دموکراسی داشت ما نقضش میکنن، اون کسایی که خدا منافع دموکراسی میگه اونا نقض میکنن. لحاظا اسلام همه چیز داره، اسلام شیرین از همه چیز ممنون، غنی تشکر. است. هم از و هیچ اصلا دولت نداره. برمیگردیم من در پیشتر جمع گفتم دیگه اگر ما شما. به طرف اسلام تشکر. مکتبی منظم پیش بریم، نه دنیا با ما مشکلات ایجاد کرده میتونه، نه دا داخل ما موضوعات میره و طرف سمت و سو و قوم گرایی. همین ما میگیم لا ممنون، اله الا تشکر. محمد رسول الله، روی استعداد و روی مسائل به پیش میریم دیگه. سپاس. ای اگر اینا به این موضوع مراجعه کنه، شما باور داشته باشین که هم آبرو پیدا میکنه، همی حکومت سرپرستان هم عزت بین مردم پیدا میکنه. بین مردم که پیدا کرد، خود به خود به طرف اجماع ها میرن و مردم در برابر تشکر. بیشتر آقای فکر احمدزای در صاحب، در برابر کل جنبندی جهان با اتفاق شما میشه. برمیگردم که چه باید شود. در زودترین فرصت بحث را جنبندی میکنیم. آقای فقیری، راه حل شما چی پیشنهاد میکنین؟ راه حل، من یک بار دیگه تاکید میکنم، خوب دقت کنید، یک کنفرانس بن خود ما مؤسسش باشید، خود ما افغانا خارجیانی. اینا دوست ما اشاره کرد چند وزیر، صاحب عباس استانگزای وزیر معادن، اینا ببینید این کلش رخنه‌ای است که در خود طالب سر ما صدا میکنه که نمیال یک نیاز اجماع افغانی است، نه اجماع قومی، اجماع افغانی. این ما این استفاده کرده نمیتونیم. ما همیش فرصت ها از پیش مادر رفته رفته هم قسم که چرا ما را بسته کردن، مردم دست پاش بسته کردن، نمیمونن که به وحدت برسه. کدی چی و ریسپان که بسته کرده چی است؟ قومگرایی و فهم نادرست از دین. ملای استخباراتی، رهبر استخباراتی که قومگرایی بیاره. ما باز تاکید میکنم، شرم کنیم که گاندی بیشتر از 300 خدا را یک جا یک وحدت کرد. ما یک مسلمانی که کل ما میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، قرآن امر میکنه وقت سمو به حبل الله جمیعا، مگر نمیشیم. این خودش چندین امیال رخنه است که ما یک کنفرانس بن خود افغانی، ما افغان ها در داخل، خارج، حالا اینترنت از دهکده کوچک است، همه پرسی ها ایجاد کنیم، اینا کنیم، یک سازماندهی کنیم و آنقدر اتمسفیر از این قوی باشه که کس جرات نکنه که در مقابل از این ای حاکمیت استاد شد. بعد از او باست مستقل هم هستی، بعد از او باست ثبات هم داری، آبرو هم داری، پاسپورت در بهترین ها درجه قرار میگیره. من میگم کل دنیا رو باز کردم پاسپورت افغانی محمدی صاحب یک تکت بگی برو چکر بزن. در غیر از او خواهی نمی وسیله راهی نمیست، وسیله دنیا حکومت نمیست که گفتم. حضرت عیسی داخل زمان که از آسمان چهارم تا میشه سر بام کعبه، میگه یک زینه بیارین، یک وسیله بیارین. میگه زیر صدا میکنه، میگه سگ تو خواه از چهار آسمان آمدی دالم قرار دیگر؟ میگه دنیای از باب است. خوی نمی وسیله حکومت داری و اینیان. خب من گفتم همین مرا تو دعوت که دی لپتاپ ما نباشه، اینترنت نباشه، من ترقم کرد تو چی شو؟ خوی نمی میارها هست، این نمی روش ها هست. خب برادر ها حکومت های توتالیتریزم یکی از صفاتش همیز گفتارشون توهی مناست. بگویی چه تو؟ چه تو؟ چرا جام مونده؟ هیچ دیگه از دانش نمو بره. اینه من یک سوال تیز کردم، یعنی رسانه هم غوغا برپا کرد. من گفتم تو در دنیا نشان بده که یک کشور از طریق فدرالیزم به حاکمیت ملی رسیده باشد. مرا تجربه شد اول حاکمیت ملی رسیدن باز فدرالیزم. این همه قصه ما اگر سوال های ایجاد کنیم، چون و چرا ها کنیم، بخوانیم از دل جان. من این همین محمد آصف فقیری خدا حاضر شاهد است که در زمین من میگم نیست که من پشتیم هم دور سرم هم که باز من سوار از وزیر شوم، سفیر شوم. این همین حس درونی من تعهد به وطن من، این همین قسم این همه تو کلو از خود بیرون برایم. باز شایسته سالاری که ایجاد شد، محمدی صاحب تام رئیس جمهور شد، برادر ازبک مام شد، تشکر، ایناق مام شد، ازاره مام شد. ممنون آقای فقیری. آقای مزای، راه حل چی است؟ ببینید راه حل اما تو که آقای فقیری اشاره کرد، من به این موضوع معتقد هستم تا که ما از داخل خود ما، تا که امی حکومت سرپرست از داخل خود به ارزش‌های دینی بر بنیاد یک شورای وفق ملی یا وفاق ملی یا یک شورای وفاق اسلامی که در اونجا شریعت واقعا مد نظر بگیره، این تو نه که برای خود جور کنه، دوگم کنه و بالای مردم تحمیل کنه، نه. حالا هم ما شکر الحمدلله از مسائل شرعی خبر داریم، از آیات عظیمشان، از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم.
بالاخره از قیاس و اجماع امت استفاده کنند. همه چیز ما پیشتر گفتم در دین وجود دارد که بالاخره اینمی اجماع امت و اینمی قیاس ما میشه وفاق ملی نامشه بانیم، وفاق دینی نامشه بانیم. در ای اینا از داخل تا که شروع نکنند، ای به معنی از ای است که در داخل از این دشمن نفوذ داره و زمینه رو به بحران های آینده مساعد می سازد. دیگه ای از این که بهترین رای دیگه وجود نداره. امی موضوع وفاق می تانند که از داخل افغانستان، از داخل کابل شروع کنه، ولایت به ولایت شروع کنه. ای تو نکنه شروع که در ولایت شروع کنه بگه تمام ملاهای مسجد به با بیادر پنج پنج صد افغانی بتیشه یا یک هزار افغانی ولی ما این فیصله را کردیم. نه نه نه، از به شکل بسیار اساسی از همه مردم، از دانشمندان، از اهل خبره را در ولایات که جمع جمع کنه، جمع آوری کنه، به بالاخره در کابل، در قندهار، در هرات، در مزار شریف این موضوع مثل که پیشتر آقای فکری گفت مثل جلسه بن، تا چی وقت ما منتظر ازی باشیم که یکت و ما در بن جلسه جور کنن یا در کشور دیگه جور کنن؟ این بهترین رایش است. تشکر میکنم از مهمانانم در این بحث. آقایان هر یک محمد آصف فقیری نویسنده و پژوهشگر و نادرشاه احمدزی آگاه امور نظامی و سیاسی، و از شما بینده ها تا این دم آخر خط را بیننده بودین. وقت بخیر، خدا نگهدار.